جلسه هفتم، مبحث رشد مستمر، زمان 47 دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جریان رشد مستمر ما با دو تا مفهوم جسته و گریخته آشنا شدیم که یک مقدار این دوتا مفهوم رو بست بدیم و بعد دوباره یک ضرورت دیگه از جریان رشد مستمر رو بگیم انشاءالله. یکی مفهوم سرعت هست، یکی مفهوم سبقت. سرعت گرفتن بدون مقایسه با دیگرانه، سار او الی مغفرت من ربکم، سرعت بگیرید به سوی مغفرت، سرعت دادن بگیره به سوی خیرات. سابقو هم در آیات قرآن داریم و روایاتمون که یک روایات رو دوباره خدمت شما عرض کنم، سابقو الی مغفرت من ربکم هم در قرآن داریم. سبقت با ملاحظه دیگران است، سرعت بدون ملاحظه دیگران. هر دو صورتش آثار روانی خاص خودشونو دارن در فرد، در جامعه، و هر کدوم از ابعادی از رشد مستمر رو پوشش میدن. در امر سرعت مانع بزرگ کار شیطانه که تسویف عملیاتش رو تشکیل میده. میگه حالا بعدن، حالا بعدن. یکی از زمزمه های کثیف شیطان در گوش ماها که به هیچ کجا هم بر نمیخوره، ما رو اصلا دعوت نمیکنه به گناه، دعوت میکنه به تأخیر کار خیر، به تأخیر طلب مغفرت، به تأخیر آنچه که خوبه. این یک هوشیاری ویژه میخواد که آدم تأخیر نندازه کار خوبو، تأخیر نندازه امر لازمی رو که خدا باید به او بده. یکی از جایگاه های مهم امتحانش هم سر نمازه، نماز اول وقت، بعد فرصت میده خدا شما میتونید وقت دیگه هم بخونید. خیلی تفاوت هست بین کسی که اول وقت نماز میخونه یا نه. حالا اول وقت آدمو فرق میکنه، وقت اولین وقتی کسی که میتونه ساعت دو بعد از ظهر، نمیتونسته اول وقت، یعنی در اولین وقت. اینا رو حالا سختگیری نمی کنیم، ما تحجر که نداریم که، ولی یکی از جایگاه های امتحانش اینه. ببینید سار او یکی از مفاهیم مهم رشد مستمره که به صورت تصریح هم در قرآن آمده و یکی از فتنه های بزرگ شیطان هم سر راه همینه دقیقا. یکی از جایگاه هایی که روزی حداقل 3 مرتبه ما داریم سرش امتحان میشیم سر نمازه. مفهوم سار او یه مفهوم ویژه‌ایه. حالا بعد برای اینکه این مفهوم جا بیفته انصافا فیلم هایی ساخته بشه که هی نشون بدن که آدم هایی که سرعت گرفتن با سرعت نگرفتن چه تفاوت هایی در زندگیشون ایجاد شده. اینا همه قابل به تصویر کشیدنه. تصور انسان نسبت به این مفاهیم روشن‌تر بشه، میگه منبریا بالای منبر چیکار میکنن؟ 1400 سال هست امام فرمود با منبرها و روضه اسلام حفظ شده، مگه مرحوم کافی چیکار میکرد؟ مگه مرحوم فلسفی چیکار میکرد؟ خیلی های دیگه که حالا مرحوم محقق چیکار میکرد؟ مرحوم نجفی چیکار میکرد؟ خیلی هایی که اهل خطابه بودن و دین مردم رو ساختن.
احترامی که بزرگان بهشون میگذاشتن. مرحوم شوشتری مگه چیکار میکرد؟ اینا به تصویر میکشیدن، با کلماتشون کمک میکردن این خوبی ها رو برای مردم مجسم میکردن، مکرر میکردن، متذکر میشدن، مردم یاد خوبی ها بیفتن خوب میشن. هر چی بدی هست مال اینه که مردم کم یاد خوبی ها میفتن. هر چی بدی هست برای اینکه مردم خوبی براشون به تصویر کشیده نشده. کنو دعات الناس به غیر السنتکم، با زبون مردم رو به سوی خدا دعوت نکنید، با غیر زبون دعوت کنید. ما توی رشته تخصصی تبلیغ و رفقای طلبه میگیم با غیر زبون دعوت کنید، یعنی سخنرانی نکنید، یعنی وقتی سخنرانی کردید نمونه بگید. این میشه کنو دعات الناس به غیر السنتکم، نمونه بیارید. یه دونه داستان آیه ابوترابی آدم میگه، یه دونه داستان آیه مثلا علما خوبان بزرگان مطرح میکنه آدم، این چقدر اثرگذاره. این قنود آدم به غیر السنت قوم نیست، از السنه دور میشه به عمل، شما عمل رو دارید منتقل میکنید. گاهی از اوقات بعضی از بیانها یک بیان هنریست، کاری میکنه که طرف با یک بیان بتونه او رو به تصویر بکشه. تمثیل، مثلا تمثیل قوی هست، بیان قوی هست، این هم به غیر السنت قوم، این کارهای دیگه است. درست از زبون توش استفاده شده ولی جزء عملشه، یعنی حکایت عمله و عملا داره روی فرد تأثیر میگذاره. ما نمیدونیم کارکردهای حداقل رسانه رو برای سهل کردن ارتقای فرهنگی. اگه میدونستیم وقت انتظارمون میرفت بالا، وقت اگه انتظارمون میرفت بالا کاستی ها دیگه کم کم برامون جرم تلقی میشد، یعنی پیش ما میشد یک ضعف های عمده. و اگه ضعف های عمده رو میدیدیم کم کم آدم ها برامون مسئله دار میشدن. نه این ساده نیست، نه این قصه دیگه ساده نیست، یه مشکلی اینجا وجود داره. اینها من کلمه به کلمه اینها رو میگم، میام جلو تو هر منبری میبینم که اصلا اینا دیگه الان گفتن نداره تو جامعه ما. 30 سال اینقدر تصاویرش رو مردم باید دیده باشن، اونس گرفته باشن با این مفاهیم که از سرعت حرف زده، همه درگیر حداقلان. سرعت مخالف است با جریان تصویف، عقب انداختن دانش آموزی که درس خوندنشو عقب میندازه تا دم امتحان. اصلا ما امتحانو ورداریم به خاطر قلع و قم کردن تصویف میارزه. آثار از آثار بد نظام آموزش پرورش که بعضی از مدرسه ها اینو جبران کردن برای خودشون، که میگفت اصلا ما امتحانو برداشتیم، هر کی هست باید هر چی رو همونجوری خوب یاد بگیره، یاد بگیره تمومش بره. اینقدر مباحثه همون یه مقدار ممکنه کنتر بریم، بنداز عقب نداریم. تصویف تو همه جا قابل رؤیته، یکیش توبه است و به تصویف و آمال آرزوها انسان، خیالات، اینکه بعدن یه جوری میشه انشالله، امیدهای واهی در ادعیه ذکر شده که یکی از عوامل مهم تصویفه. شیطان یکی از عوامل مهم تصویفه. وقت اینجا برای شکستن امر تصویف که خیلی روح آدم رو خبیث میکنه، مفهوم سارعو به میدان میاد. رشد مستمر با سارعو پدید میاد. کسی که آروم بره نمیره. اینجا آروم یواش برو همیشه برو نداریم، من وقتی تون روی هم معلومه که ما مد نظرمون نیست. کسی که میخواد اهل رشد مستمر بشه سرعت کافی باید داشته باشه. سرعت کافی نداشته باشه ضربه میخوره، ضربه که خورد متوقف میشه یا برمیگرده، مثل کش برمیگرده جای خودش. سرعت یکی از مفاهیم کلیدی رشد مستمره. و سرعت هیجان خاص خودشو داره، سرگرمی خاص خودشو داره، انرژی خاص خودشو ایجاد میکنه، نه فقط انرژی بخواد از آدم،
اون یه فرهنگ دیگه است برای زندگی کردن. اگر سرعت اصل حاکم بر برنامه ریزی معنوی انسان بشه، نه انفعالی برخورد کردن، فعالانه برخورد کردن، خیلی زندگی ها بهتر خواهد شد. در مورد سرعت باید بعداً صحبت کرد. میخواستم میگم در مورد سرعت فعلا چیزی نگیم. روایتی که براتون آوردم در مورد سبقته. سبقت یعنی چی؟ سبقت یعنی از رفقای ایمانی خودمون سبقت بگیریم. آفتی که سر راه سبقت هست چیه؟ آفتی که نمیذاره ما بریم سمت سبقت. بعد یه آفتی داره که بریم سمت سبقت برامون پیش میاد که اون تفاخر و اینجور عوامله. آفتی که نمیذاره بریم سمت سبقت در امر رشد مستمر چیه؟ این که آدم طبیعتاً بذارید اینجوری بگم، یه مثال بزنم. یه زمان یادتونه چند سال پیش شایعه شد تهران زلزله مناس بیاد، حتی شبای محرم بندم تو همین میدون منیریه مردم بازار بچه‌شون اومدن چای گذاشتن و گفتن اینا چه اینجا نشستن برای دست تماشا کردن، گفتن نه دیگه دست‌ها رفتن اینا. همون شایعه سنگین شده بود یه سالی. بعد یکی از من پرسید که آقا راستی اگه امشب زلزله بیاد چیکار می‌کنی؟ گفتم خانم من بترسونی. گفتم واقعا چیکار می‌کنی؟ واقعا اگه امشب اومد. من گفتم آقا زلزله نمیاد، این حرفا چیه؟ هی داشتم مثلا دل و جگر نشون میدادم. اون حالا امشب زلزله بیاد چیکار می‌کنی؟ من یه لحظه حرفشو جدی گرفتم. بلافاصله اولین جوابی که اومد تو ذهنم نگفتم، رندی کردم، مواظبت کردم، نگفتم. اولین جوابی که اومد تو ذهنم علامت اون آفته بود. چی بود؟ اون کار مردم کردن. این همه مردم، به این مردم نگاه کردم آروم شدم، به مردم نگاه کردم احساس خطر نکردم، به مردم نگاه کردم توقف کردم، به مردم نگاه کردم حرکت نکردم، به مردم نگاه کردم اقدام نکردم. حالا اینجا اشکال نداره، شاید اینجا کار خوبی کردم. مثلا روانشناس ها در تست شخصیت یه امتحانی گرفتن، امتحانی که گرفتن نه یه نفر رو ببرن، انقدر صدها نفر از تیپ ها و فرهنگ های مختلف میارن امتحان میگیرن، متغیرهای دیگر رو کنترل میکنن. یکی از تست های شخصیت که من خیلی خوشم اومد، خیلی بعضیش خیلی جالبه، خیلیش خیلی جالبه، یکی از خوبی های علم روانشناسی اینجور کاراشه. بعد چیزای ضعیف و بیخود و بیمزه هم داره، ولی اینش خیلی جالبه. اساسا بحث های مربوط به شخصیتش با مباحث معنوی ما خیلی نزدیکه، منتها اون روش تجربی رو به کار میبره، تجربه ای که خدا هم به ما گفته چشمتو باز کن ببین، خدا ما دستور داده ببینیم، خوب دقت کنیم. حاسب و انفسکم، من به دوستانمون میگفتم حاسب و انفسکم قبل ان تحاسبوا، در تست شخصیت ها میتونه تحقق پیدا بکنه. دستور خداست، حالا ما اجرا نکردیم، نگید علم روانشناسی رو با دین قاطی کردیم. این دستور دینیه که برو نفس تو ببین چه خبرته، در خودت نیک نظر کن. اهل معرفت هم میگن باید خودتو خوب محاسبه کنی. خیلی خوبه این تست شخصیت. من نمیخوام میگم همه تستا خوبن ها، ولی بعضیاش جالبه. یکی از اونایی که جالبه اینه، میگه که 10 نفر 5 نفر مینشونیم، بعد 5 نفر دیگه 5 نفر دیگه، انقدر هزاران 5 نفر امتحان کردن حتی تو کشورهای مختلف که این نتیجه شده. میگن ما وقتی که 5 نفر رو مینشونیم، بعد یه دفعه از بیرون یه صدای ضبط کرده پخش میکنن که طرف فکر میکنه واقعا تو خیابون این کجا جیغ داد، وای آقا کمدانی تا تختوخت، یه چیزای اینجوری درسته. بود عکس العمل اینا رو ببینن. بعد شما فکر میکنید اولین کاری که گروهی آرام نشستن برای یه موضوع دیگه، یه دفعه جیغ و داد و کمک و وحشت میشنون، اولین کاری که انجام میدن چیه؟ چون میکنن؟ همراهی با چی میکنن؟ همدیگر رو نگاه میکنن. اولین کاری که اکثر آدم ها نگاه میکنن به هم نگاه میکنن. آه شنیدی؟ من شنیدم. تو چکار میکنی؟ من چکار کنم؟ من حالا تو میخواه از روی دیگران تصمیم خودشو میگیره. بعد میگه که
حالا آمارم گرفتن، تعداد بسیار کم هستن آدمایی که چی شد بلند میشن میرن، چی شد وقت میگن تیپ شخصیتی، اینا تیپ مستقله. اکثر آدم ها تیپ مستقل ندارن. اولین حرکت میگه به هم نگاه میکنه. این حالا نمیخوام بگم همشه ها، همه اون امر آفت رو میشه اینجا ملاحظه کرد، ولی مستقل بودن که میدونید تو روایات ما هم عجیب اومده. سبقت، آفت سر راهش گذشتن از استقلاله. در مورد استقلال من یه روایت براتون بگم. میفرماد مردم شهرت 1000 نفر یا بیشتر باشن، بگن تو آدم بدی هستی ناراحت بشی، یا بگن تو آدم خوبی هستی خوشحال بشی، تو از اولیاء خاص ما نیستی. خاص رو من اضافه میکنم، شما زیاد ناراحت نشید، ولی تو روایت فرمود از اولیاء ما نیستی. من نمیگم چون ناراحت نشیم، برای اینکه دلمون آروم بمونه، بالاخره دلخوشی به خودمون داده باشیم. خودت باش، تو چیکار داری مردم؟ مستقل باش. از اینجا من یه راهباری که هست که برم یه جایی برگردم، دیدید من گاهی خاکی میزنم میرم صدا و سیما، خاکی میزنم میرم تو آموزش پرورش. اینجا میخوام خاکی بزنم به جریان مدیریتی کشور، خصوصا در مدیریت میانی. مدیریت کلان هم همینجور بیخیال همشو میگیم، اشکال نداره. خیلی ها دوست دارن با آدم های غیر مستقل کار کنن. هر موقع جامعه ما به این رشد رسید که یک کسی که خاص یک حزب راه بندازه، یک دولت راه بندازه، یک بفرمایید دیگه پایین تر بیاد بیارم، یه وزارت خونه چینش بکنه نیروهاشو، یه سازمان رو چینش بکنه، بله همین بیا پایین، یه اداره کل رو چینش بکنه، بگرده که من 10 تا آدم میخوام، 10 تا آدم مستقل و هماهنگ میخوام که هیچ کدوم حاضر نیستن زیر بال هیچ کی برن، حتی زیر بال مدیر. بعد اینجا با فرهنگ و با چی کار میکنیم؟ با فکر و با تقوا و تفاهم. یعنی از این تقوا بگی همه اینا توشه ها، با تقوا با هم کار میکنیم. مگه میشه؟ بله چرا نمیشه؟ اگه بنا باشه آدم ها با تقوا با هم کار کنن، بعضی وقتا یه معاون خیلی قوی تره از رئیس خودش. تقوا باشه میدونی چی میشه؟ این معاون عیبای رئیسش رو میپوشونه، کار میکنه میذاره به نام رئیس تموم بشه، دستورات رئیس رو بهتر از رئیس اجرا میکنه. ما این تجربه رو تو جنگ داشتیم. من از بحث خارج نشدم، این دامنه فرهنگ سبقته، ببخشید رشد مستمره، به اینجاها کارش میکشه که سبقت هم توشه، دامنش اینقدر گسترده است. جبه های جنگ هیچ کس نگفته جبه های جنگ موفق بودن به دلیل اینکه فرماندهان خوب بودن. فرماندهان هم خوب بودن، هیچ کس نگفته حتی فرماندهان بهتر از زیر دست ها بودن. حتی به سهولت من به شما میگم بسیاری از اوقات توی جنگ زیر دست ها بهتر از فرمانده بودن. راحت بود فرمانده گردان بهتر از فرمانده تیپ بود، فرمانده دست گروهان بهتر از فرمانده گردان بود، فرمانده دست بهتر از فرمانده گروهان بود. راحت بود، خیلی راحت، مثل آب خوردن پیدا میشد. دقت میفرمایید؟ خب این چجوری زیر دست اون میموند؟ اصلا عشق بود. میگفت من مسئولیت های فرماندهی ندارم، کمکشم میکنم، در مرز شهادت هم هستم، آخ جون من فرصت دارم غریبانه کار کنم. این میشه یه سبقت. آقا اون پرتغال فروش پیدا کنید، اون پرتغال فروشی که بناس بگه از سابقون از سابقون کیان، معمایی که گفت پیدا کنید پرتغال فروش را، از سابقون از سابقون کیان. دیدی چه سبقت میگیره؟ یه تو رئیس شو من معاون میشم، اینجوری من بیشتر ثواب جمع میکنم، من با عرضه ترم، تو به درد امضا میخوری، ماشین امضا میشه، من کار میکنم.
شایسته سالاری 100 سالی از این عقب‌تره. حالا امر کلان ولایت بلا، اون خب امرش جداست، بقیه چی؟ شما میدونید اگه شایسته سالاری رو توی نظام ایجاد بکنی به جای سبقت فاستبق الخیرات، رقابت در خیلی چیزای دیگه پدید میاد، رقابت، عداوت و خیلی چیزای زشت دیگه ای که ازش بذارید حرف نزنم. محافظت از پست یک صفت بسیار شنیع و زشت و جنایتکارانه. کسانی که اهل اینجور چیزا هستن، محافظت از موقعیت، تو رو نباید موقعیت تو حفظ کنی، نیروهای زیر دستت حفظ میکنن. همه میگن موقعیت ما رو نیروهای بالا دستمون حفظ میکنن، نه، تو جامعه تقوا باشه، آدم های مستقل کنار هم دیگه کار میکنن، چه مستقل های زیر بار هم دیگه نمیرن. همون رزمنده ها اومدن تو شهر به این سادگی نتونستن با هم انسجام داشته باشن، تو کارهای فرهنگی و خیلی چیزهای دیگه مثلا زندگی و همه ساز استقلال زدن. معلوم شد جنگ یک حاله ای ایجاد کرده بوده، اون حاله چیزی فراتر از مفهوم شایسته سالاریه. اون حاله کاری کرده بوده که آدم های مستقل با هم زندگی میکردن. چی شد به بحث آدم های مستقل رسیدیم؟ ضمن این که از ته کوچه بحث آدم های مستقل ما رسیدیم به نوعی سبقت. اینجا هم داشته باشید ها، تو بحث مدیریت به اصطلاح در جامعه دینی، مدیریت کل هرم مدیریت رو که در نظر بگیرید، تو فرمانده دسته میرفت، تو فرمانده گردان میرفت. من آدم میشناسم به یکی از وزرایی که الان وزیر ایشون، ازش پرسیدم، گفتم من از فلانی بود رئیس شما بودی زمانی، بعدن شما رئیسش شدی؟ گفت آره فلانی. بعد کجا میبینیش؟ حالش خوبه؟ گفتم نه حالا میبینم، کم هم میبینم، شاید شما بیشتر من ببینی. ولی ایشون 10 سال پیش یه قصه از شما نقل کرد، درسته؟ گفت چی بود؟ بهش گفتم، گفت آره درسته. الان ایشون وزیره، چندین بارم وزیر بوده بعضی وقتا. بهش گفتم که حالا اون من چی دیده بودم، چی شنیده بودم از این بنده خدا که این آقا گفت درسته. این آقا یه آقای دیوانه شاخ شمشاد ناز گل قاطیداری میگفتش که من رفتم در خونش گفتم فلانی. یه زمانی اون نیروی این بوده، ولی آدم سالمی بوده. الان وزیر سالمیه. حالا من به بقیهش یه مهارت ندارم، اینم مدیریت اینا چجوریه، نمیخوام کسی رو مطلق تایید کنم، ضمن اینکه معلومه نیست ما هر کسی مطلق تایید کردیم بلافاصله فردا ارتقا مقام پیدا کنه. ولی حالا بالاخره نمیدونم، خصیصی هم نمیاد کسی رو مطلق تایید کنم. میخوام بگم که یعنی مبالغه گویی نمی کنم با این مثلا کنار اومدن از مطلق تایید کردن. میگه من رفتم در خونه این آقا، این آقا یعنی همین آقایی که وزیره، بهش گفتم فلانی تو آدم سالمی هستی، من یه جایی رو مسئولیت دارم که اینجا میلیاردی، یعنی اون زمان تو کشور بزرگترین گردش پولی رو داشته، بعد اینجا نیروی اجرایی میخواد، نیروی اجرایی خوب بدو ندارم، شما بیا بشو رئیس من اونجا پشت میز بشین، من باید برم سر پروژه ها، کار عمرانی هم میکردم. بعد اون آقا میگه که من رئیس شما بشم؟ اونجوری بهش گفته من آقای فلانی، آقای مهندس زشت هست، من نیروی شما بودم فلان جا فلان جا فلان جا. خب باشه نیروی من باشه، ولی عرضه منو که نداری که، من عرضم بیشتره، من میشم معاون تو کار رو بکن دیگه، من کار میکنم برات، نترس. فقط تو از نظر سلامت، برنامه ریزی، یه چیزای خوبی به درد اونجا میخوری، من هم به درد اونجا، این خودش هم به درد اونجا میخورده، ولی 4 تا کار اضافه دستش نیست بر میومده، میگه من میشم معاون عمرانی تو. اونجا هم مجبور هستم، پروژه های عمرانی خیلی دستش بود، این معاونت اصل بود. میگه تردید کرد، گفت آخر سر به من گفت من اگه احساس تکلیف کنم باشه این کارو میکنم. معلوم نیستش که لازم باشه حتما این کارو بکنن.
یه آقای دیوانه گل بلبل نازنین بهش میگه که داره میره برای خودش رئیس انتخاب کنه، خودش هم باورزه تر از رئیسشه، بهش میگه که خب میخوایی مثلا خواب ببینی خوبه؟ مثلا از اولیاء خدا اینا بهت بگه. اون میگه خندید گفت چیزه والا باشه جالبه رای خوابه. گفت خالصا هفته بعد خواب میبینی. میگه سر هفته همون روز به من زنگ زد گفت فلان اون مسئولیتی گفتی قبول میکنم. چی شد خواب دیدی؟ گفت آره خواب دیدم. خواب دیدم آقا داره یه جایی صحبت میکنه، من وایستم صندلی آقا رو گرفتم و اینا. آقا برگشت به من فرمود که برو کاری که فلانی فرمود انجام بده. من گفتم مثلا آقا برو کاری که گفتم فلانی انجام بده اونو انجام بده. سه مرتبه یا دو مرتبه برگشت من اینو گفت که من از این آقای رزین پرسیدم شما این خوابو دیده بودین؟ این قصه بود؟ گواره این درسته. میبه زنی زن. البته این آقا یه بار یه همچی بلایی سر منم آورد، گفت بیا برو فلان کار رو انجام بده. گفتم بالا این کار یک دیگه ریاست نبود بعد چپ چپ نگاه نکنید. گفتم حالا گفت نه میخوای خواب ببینی؟ خواب ببینی. گفتم باشه. سر هفته من خواب نم خواب اچی بیام دیدم بهش زنی زن. گفتم میخواب گوهر همینه دیگه خواب دیده دیگه. یک کاری در تو ابو عبدالله حسین بود بعد چیز عجیب قدرت داشت دیگران خواب ببینن، بلد بود دیگران خواب ببینن. این هم خودش یه مقوله ایه، تازه ما باش مواجه شدیم. اینو بهش میگن چی؟ اینو بهش میگن آدم های مستقل با هم کار کردن، آدم های قوی با هم کار کردن. این اوجب چی میشه؟ حالا من چرا رفتم سراغ بحث آدم های قوی، آدم های مستقل؟ چرا ما میترسیم از اینکه آدم‌های قوی با ما کار بکنن؟ از سبقت میترسیم؟ یا از اینکه حرفمون پیش نره میترسیم؟ یا حوصله تفاهم نداریم میترسیم؟ یا از بی‌تقوایی‌های ذهنش میترسیم؟ بالاخره به هر دلیل میترسیم. خیلی از اوقات این کارو نمی‌کنیم. آدم باید مستقل باشه. وقتی که تو مدیریت، تو هرم مدیریت، تو کلش دنبال آدم ضعیف بی درد سر میگردیم، آموزش میدیم که آدم ها نباید مستقل باشن، آدم ها نباید استعدادشو داشته باشن شاخ بشن، آدم ها نباید نمیدونم دم در بیارن سم در بیارن، دمشو قیچی بکنیم، حجره رو دم گربه میکشیم. نه اون مال عروسیه، این مال مدیریته. شما بچه هید حالیتون نیست. یعنی بذار عرض کردم، میخواستم بگم شبیه اون، مثل دلی به چنگ میزن است این آدم. ما اصلا دوست نداریم آدم ها مستقل باشن، بلکه کار خودمون را بیفته. سخت جمع شدن یه مش آدم مستقل کنار هم دیگه. اگه بگی آره واقعا سخته، میگم دروغه. ما تو جبهه می دیدیم که اتفاقا اینجوری بود، مستقلای قوی که گاهی زیر دستا قوی تر از بالا دستان و اصلا حکومت آقای امام زمان علیه السلام هم همینجوری میچرخد و خواهد چرخید. وقت اونجا سبقت به سمت پایینه نه به سمت بالا، از نظر هرم چیزا. بله هرم مدیریت. میگه هر چی قریب تر تو بالا عبد نومه، خوشا به سعادت آدمای قریب گمنام. میریم جلوتر. سبقت اگه بخوای بگیری از دیگران باید مستقل باشی. اگه بخوای به دیگران نگاه بکنی نمیتونی جلو بزنی. یکی از فضاهایی که این فرهنگ رو تو کشور ما تخریب میکنه فضای مدیریتی کشوره. همه دنبال آدم زیر دست میگردن، یعنی فرودست که کارشون راحت. وقت این آفاتی که داره عجیبه، آفاتی تو نظام سرمایه داری این بلیه کمتر هست، چون همه چی رو با پول میخرن. تو نظام غیر سرمایه داری نمیشه، تو که زیر دست تو نمیتونی با پول بخری که، پس با چی کنترل بکنی؟ با اینکه تو ازش قوی تر باشی. وقتی هرم همیشه ضعیفه، گردش نخبگان همیشه تو جامعه ما با انفجار همراهه. ببخشید من بحثم داره شعبی پیدا میکنه که فقط همین سرفصلشو بگیم که اگه مرحوم شدیم
یعنی بمیریم باید خدا رحمتمون بکنه میشیم مرحوم، مرحوم شدیم، یک کسی اینا رو گفته باشه گردش و نخبگان در جامعه دینی با آسیب‌های فراوانی همراه، یکیش اینه، یکی دیگه‌ش هم اون سفارش‌های اخلاقی که هست، اون وقت هر کی بتونه آدم ضعیف زیر خودش جمع بکنه، هرمی که پایه‌هاش سسته شکل پیدا می‌کنه، اون وقت باند بازی شکل پیدا می‌کنه، چون کسی که اومده به نیروی قوی‌تر کمکه فقط به اینکه باندشه کمک کرده و این باند باقی می‌مونه، باند فساد میاره، راندخاری از اینجا آغاز میشه، فرصت طلبی از اینجا آغاز میشه و بعد یه نکته دیگه این که میمونه مستقلای قوی از هرم میمونن بیرون، هر موقع مستقلای قوی میخوان بیان تو هرم زلزله میشه، حالا یا میتونن یا نمیتونن. و بقیشم بگم و نگم همین تیکه رو، چقدر مفید داریم صحبت میکنیم، میشه که علاقه من به پیگیری ادامه بحث نیست. ادامه شما بخواهد وقتی ادامه بدید اینجوری میشه که وقتی مستقلای بیرون این حرم کدوماشون میان تو؟ اونایی که شنیدم کن ذنبن ولا تکن رأسا، خب به مقام نداشته باش، نرو رئیس بشو حتی المقدور مگر اینکه به تکلیف کرده، اونا نمیان. کیا میان؟ فرصت طلب با به واسه یک سلسله توصیه های اخلاقی، گردش و قدرت در جامعه ما میشه بین یا ضعفا و یا فرصت طلبا. به تو طبیعیشو نگاه کن، مگر اینکه چه اتفاقی بیفته از حسن اتفاق قوی مستقل خوب بیاد. تئوریشه ها، حالا منم هی نمیدونم چجوری صحبت کنم که هم برای بچهای جلسه رو جمع بکنم و هم با بزرگترها گپی بزنیم و هم جهان اسلام رو اداره کنیم، من این منبر کوچولو اتاق 12 متری و هم جان خودمون رو تازه کنیم و اینا، دیگه یه عالمی داره دیگه. منبر ما هم ملغمه ایست از بالاخره آش شل قلمکاری که خدا درست میکنه. سبقت گرفتن یکی از مفاهیم مهمه، آفت سر راه سبقت گرفتن، تو نگاه میکنی به بقیه وای میسی، آفت سر راه سبقت گرفتن اینه. من یه روایت بخونم عرضم رو تمام کنم. بحث در مورد هم سرعت هم سبقت به عنوان دو تا از مفاهیم کلیدی رشد مستمر باقی موند، وقت تو همین جامعه و فضا هم امکان رشد مستمر هست. من به شما رفقا بگم، به شما جوانترا بگم، الان مملکت ما برای رشد در همه، حالا تعبیر جدیدترش رو میذارن توسعه، برای رشد و توسعه در همه ابعاد یکی از مشکلاتش که فرهنگی که اون هیچی، یکی از مشکلاتش نظام فرهنگ مدیریتی کشوره که تنه میزنه به فرهنگ سیاسی کشور. تو فرهنگ مدیریتی و فرهنگ سیاسی یک وجه مشترک گردش قدرت بین نخبگان جامعه است، این دوچار بیماری های خاصه و الا ما واقعا از جهان در فرصتی بسیار کوتاه‌تر از اون چیزی تصور بشه جلو خواهیم زد. من بعضی از کشورها رو رفتم، با دغدغه رفتم، دانشگاهاشون رو با دانشگاه‌های خودمون مقایسه کردم، رفتم با اعضای علمی صحبت کردم، اینجا چجوری میشه اینجوری اینا رو میده بیرون؟ مشکل مدیریتیه، فرهنگ حاکم بر جریان مدیریت کشور، خونی که میخواد جریان پیدا بکنه و این چرخشی که میخواد ایجاد بکنه، اونجا با پول، اونا فرهنگشون بهتر از ما نیستا، با پول مثلا رو حل کردن، با خرید و فروش، ایده کسی میده چیکار میکنه؟ پول بهش میدن، ایده پول، این تشویق میشه دفعه بعد با پول، اونا این ارزش نیست، این خیلی سبوعیت پدید میاره. نتیجه با پول مشکلات کشور رو حل کردن حمله آمریکا به خاورمیانه است، پول میخواد، سرمایه دار پول میخواد، با پولاش همون کارم میکنه، دانشگاهاشو مدیریتشو نخبگانشو با پول اداره میکنه، پولم لازم شد میاد قتل عام میکنه. نظام سرمایه داری خیلی کثیفه، ما نمیتونیم شبیه اونا بشیم، اونتون قارت بکنین جهان رو برای اینکه پولمون تامین بشه بتونیم با پول مشکلات مدیریتیمون رو حل بکنیم. دیکتاتوری هم که اصلا دیگه نمیشه به هزار دلیل، کسی هم نمیخواد دیکتاتوری بکنه. زمان قدیم دیکتاتورها رو هم عرض بکنم،
میدونم حالا خوب میشه ما بحثمون اینجوری یکی میشه یا نه، اونم با کد دادن و رد شدن چه مشکلی حل خواهد شد دیگه اونم نمیدونم. زمان قدیم بعضی از اوقات توی یک نظام دیکتاتوری استعدادها راحت‌تر رشد میکنه تا یک توی نظام جمهوری، مگر اینکه این جمهوری سرمایه‌داری باشه با پول همه مشکلاتش حل بشه. دیکتاتور باشه یه نفر دیگه بالاخره تصمیم میگیره دیگه، بقیه باید خفه قوم بگیرن. این یه نفر به قدر عقلش چا تو کار میکنه؟ ولی اگه بنا شد که یکی زور نگه پولم نداشته باشه، خب این کار چهار تا کار چجوری میخواد صورت بگیره؟ یه لکه عقب میفته، مگر اینکه یک حمیت و همت جمعی باشه در بستر یک فرهنگ جمعی. حالا هم که اون بستر زیاد آماده نیست با ایثارگری فوق‌العاده، ایثار هم که فداش بشم از زمان جنگ تا حالا دیگه سنت ماست و انشالله باید توی این مسیر فعلا تنفس بکنیم تا مشکلات رو حل کنیم. بل راه بازم بس الان بعضی جاها تو کره مریخ اینجوریه معمولا، چون اون تو کره مریخ ما یک کشور مشابه داریم، تو کره مریخ نه کسی ایده میده حذفش میکنن، میگن اینو اخراجش کنید، اینجوری که قشنگ داره ایده میده این میاد همه رو میگیره. بابا تو رو خدایی چیکارش کنیم؟ برعکسه که فرهنگ رشد مستمر یه فرهنگ همه جانبه است، یه جا متوقف نمیشه. تو نمیتونی بگی مال دینداری، رشد مستمر دینداریه، جامعه رو مشکلاتشو حل میکنه. من امروز توی پژوهشگاهی بودم، آقایون دکترهایی بودن که یه بار دیگه هم تو اون پژوهشگاه علمی تو کشور رفته بودم که خیلی کارا رو جلو بردن تو قسمت خودشون. بعد برای یه لنگ یه آزمایشن میگفتم برای این لنگ، برای این آزمایش تو زمینای پزشکی اعزام میکنیم به خارج از کشور. هنوز اعزام میکنید به خارج از کشور؟ گفت آره متاسفانه. بعد گفتم یعنی ما نمیتونیم؟ گفت چرا میتونیم، یه همت میخواد، یه تکون باید بخوریم. از این جور تکونها اگر خورده نمیشه معمولا مال همین مشکلات نامرئیه تو بدنه هرم مدیریتیه. ولی با یه محاسبه مالی دقیق ببینی که برای تعداد اعزام سالیانه رو اگه محاسبه بکنن با خیلی چیزهای دیگه پول اون در میاد. بعد آنن تکنولوژی اون آزمایش رو میتونن بیارن، میگن آقا چند بولت پول آینده رو ما الان خرج میکنیم. بعدش هم میتونن با یه محاسبه بگن سه ساله اینو در میارین، نه تنها صرف جویی میکنین درآمد داریم، بخاطر اینکه کشور منطقه میان اینجا، سیستم تبلیغاتی هم میاد دست به دست میده، مثلا کار رو چند برابر میکنه یه دفعه، نه هرکی ساز خودشو بزنه. فرهنگ رشد مستمر یه بخشش برمیگرده به سبقت، سبقت نیاز به آدم های مستقل داره بماند، حرفای دیگرش هم بماند. یه روایت در مورد سبقت بخونم جالبه، گرچه ما اون وقتی هم که روایت نمیخونیم چون روایتاش هست نمیخونیم، میگیم هست دیگه خواستی برو مراجعه کن یا هر کم حرف ما قبول نشید بیا بهم روایتش هم بهت بگم. ولی ظاهرا مثل که بعضی وقتا خود روایت هم بخونیم جالبه، هم چی که فکر نکنید کسی ما داریم خیلی پرت میزنیم یا ایده تراشی داریم میکنیم از خودمون. میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم ان للایمان درجات و منازل تفاضل المؤمنون فیها عند الله، آیا برای مؤمنون درجات هست؟ از امام صادق پرسیدم، آقا جواب دادن نه صفه لی رحمک الله حتی افهمه، من برای من توصیف کن حتی افهمه تا اینکه بفهممش. چجوری این درجات چجوری؟ امام صادق انگار طرف خودش هم میدونسته درجات هست، ابتدا اینو میپرسه بحث باز بشه که بگه چجوری اینا. قسمت اول روایت رو فقط براتون بخونم، میفهمد ان الله سبق بین المؤمنین کما یسبق بین الخیل رهان، رهانش و عشق است، رهانش و عشق است.
میفرماید که خداوند متعال سبقت ایجاد میکنه، مسابقه ایجاد میکنه، مسابقه برگزار میکنه، ببخشید به فارسی قشنگ، مسابقه برگزار میکنه بین مؤمنین، همچنانی که مسابقه برگزار میشه بین اسبهایی که مسابقه اسب سواری سرشون شرط بندی میشه. میدونید شرط بندی یکی از جایی که حلاله سر مسابقه اسب سواریه، میدونید این اون مسابقه ای که شرط بندی، شرط بندی هم حالا اگه اینجا شرط بندی داشته باشه جدی بودن مسابقه رو میرسونه. واقعا این مسابقه هست، ما کجاییم الان؟ تو بغل تقدیر افتادیم فکر کنیم هرچی از همینه که هست. بعد میفرماد ثم فضلهم علی درجاتهم فالسبق الیه، سپس درجات رو تقسیم میکنه در سبقتی که میگیرن به سوی او، فجعل کل امرئن علی درجته سبقت لا ينقصه فیها من حقه. میفرماد بعد برای هر کسی درجه میگذره، یه ذره از حق کسی هم زاین داور خداست. معلومه اون دقیق محاسبه میکنه. آخرین حرفو بزنیم و بریم. سبقت یه نکته لطیف توش داره. سبقت بهتره یا سرعت؟ سریع هم بگید اشکال نداره، چون سریع گفتید غلط بودنش اشکال نداره. سبقت بهتره یا سرعت؟ در امور معنوی سبقت بهتره یا سرعت؟ مکمله، لازمه. از سوال من ولی فرار نفرمایید. بخیر، ما الان این عشقمون گرفته که این سوالو بپرسیم. حالا این سوال جواب داره جواب نداره، نکته تو جوابش داره. چی؟ خب حالا اون تو بحث دیگریه. ما فعلا بین این دوتا فاستبق الخیرات مسابقه برگزار شده. سار و الی مغفرتن، هر دوتا مفهوم کلیدش خورده. اول جلسه ما آیه قرآن رو خوندیم، عقب نشینی نمی کنیم. ولی حالا ما ببینیم کدوم یکی از این دوتا مفهوم بهتره. شما میتونید بپرسید بهتره یعنی چی؟ ها، بهتره یعنی شدنی تره. منظورم اینه، به نفع ماست. به نظر بنده سبقت بهتره. چرا؟ چون وقتی سرعت بگن میگه بابا من زدم دیگه گاز 100 کیلومتر، میگن سرعتو بیشتر کن. تا آخر میگن سرعتو بیشتر کن. سرعت، آقا سرعت، آقا بابا آخر سرعت که حد به یقف نمیره که. ولی سبقت یعنی این که از این رفیق جلو بزن، باش من این جلو میزنم، این 90 تاست، من 100 تا میگم، من این جلو میزنم. سبقت راحت تره، سرعت ممکنه آدم هیچ وقت بهش نرسه، شاخصاش دقیقا معلوم نیست، هر چقدر بری بازم بهترش ممکنه، ولی توی محیطی ممکنه تو از همه جلو بزنی در یه کار خیلی بردی دیگه. اگر بگن مسابقه، ببخشید مسابقه نه، اگر بگن برای سرعت جایزه میدیم، این احتمال برندش کمه. برای 150 کیلومتر در ساعت در شرایط فلان جایزه میدیم، خیلی برندش کمتره. اگه شما 10 تا ماشین با هم سبقت بگیرید، از هم سبقت بگیرید، من ممکنه با 100 کیلومتر اونا رو ببرم. وقت میفرماید از ذاکر و فلقافلین کلمقاتل فلحاربین، کسی که اهل ذکر در میان کسانی که اهل قفلتن، مانند کسی که داره می جنگ همه عقب نشینی کردن. در بین مجاهدین فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، به کسانی که تنهایی می جنگن بیشتر از همه جایزه داده میشه. همه کم آورده باشن این داره میزنه، حالا کار مهمی هم نکنه، بالا سرعت زیادی هم نداشته باشه، چون سبقت رو زده. به خاطر چی این همه جایزه بهش میدن؟ بدون اینکه حالا سرعت فوق‌العاده هم بخواد داشته باشه، فقط از بغل دستیاش کنه، به خاطر استقلالش. گیر نکرده، متحصل نشده، همرنگ جماعت نشده، زده جلو سبقت بگیره. توی کربلا قاسم ابن الحسن نخواست جا بمونه، سبقت رو داشت،
دیشب در خانه قاسم ابن حسن بودید، توی کربلا اصحاب ابا عبدالله الحسین از هم سبقت میگرفتن، دوست داشتن بر هم از هم جلو بزنن. این فرهنگ توی کربلا هست. وقت کربلای خودش یه شاخصه، همه رو تحریک میکنه به این حرکت. آقا شهدا تو دوران دفاع مقدس هیچ وقت آلوده به عجب نمیشدن، میرفتیم یه روزه میخوندیم، آقا هیچ کس دیگه آلوده به عجب نمیشد، میخواییم با اصحاب امام حسین سبقت بگذاریم، با کمال تواضع تمام توانشون هم میگذاشتن، عجبم پیدا نمیکردن. سبقت گرفتن قاسم ابن الحسن، شرکت کردن تو مسابقه برای قاسم ابن الحسن، برای علی اکبر که از همه جلو زد، برای اصحاب، خب بالاخره معقوله، ما زیاد. ولی یه دفعه آدم میبینه که یه قنداقه 6 ماهه میگه بابا مادر من میخوام توی مسابقه شرکت کنم، تو به من میدون بده، تو به من میدون بده. یه لحظه ای ناله زد علی اصغر ابا عبدالله الحسین، میدون دید الان مهیاس، الان بابا بهش توجه میکنه، جا باز شده اونم تو مسابقه شرکت کنه، منم میخوام تو مسابقه شرکت کنم. آقا شما یک 6 ماهه رو چجوری دارید تو مسابقه شرکت میدید؟ آخه علی اصغر که معقول نیست اینو بگیم، که خودش که این چیزا رو متوجه نبود، که ضمن این که ما اصلا نمیتونیم ادعا بکنیم علی اصغر 6 ماه این چیزا رو نمیفهمید، یه چیز دیگر رو که میتونیم بگیم، اگر تو این مسابقه علی اصغر نمیخواست شرکت بکنه، رباب که میخواست شرکت بکنه و ناخر در دست درسته دید پسر بزرگی نداره تو میدون درسته. قم خور آخرش رو بگم یه جمله، من اگر هر روزه ای رو نخونم برانی از هر باید روزه بخونم، دلیلش هم خودش میدونه و مادرش رو با بابا جوسه. آخرش رو بگم مسابقه رو کجا نوارش رو پاره کردم،